در پی اعتراض ها در روستای چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری ایران بابت ابتلای شماری از اهالی به ویروس HIV، سعید نمکی وزیر بهداشت گفته این وزارتخانه به طور محرمانه در حال پیگیری موضوع بوده. اهالی این روستا که از روز سه‌شنبه در اعتراض مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند، میگویند دلیل ابتلای عده‌ای از ساکنان به HIV استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون بوده. وزیر بهداشت ایران اما در نامه‌اش به وزیر دادگستری گفته سرایت ویروس از معتادان تزریقی و افرادی با روابط به گفته او نامطلوب بوده است. آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از نیویورک با ما هستن. آقای علایی، چه فکر میکنید در مورد صحبت‌های وزیر بهداشت؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، مهمترین موضوعی که الان ما باید تحت نظر قرار بدیم صحبت‌های ضد نقیضی است که از طرف وزیر بهداشت و همکاران ایشان در مرکز مدیریت بیماری‌ها شنیده میشه. وزیر بهداشت رسما اعلام میکنه که منبع بیماری معتادان تزریقی و افراد با رابطه نامطلوبه. منبع، ما اینجا اصلا کاری به منبع نداریم. در اینجا مهم اینه که ببینیم راه سرایت برای افرادی که به تازگی مبتلا شدن چه بوده، که وزیر بهداشت اینجا هیچ چیزی نمیگه، ولی مسئولین در مرکز مدیریت بیماری ها اعلام کردن که راه‌های سرایت متفاوت بوده. پس یک ضد و نقیض اینجا داریم که نشان میده که وزارت بهداشت میدانه موضوع چیست ولی نمیخواد این رو به عرض عموم برسانه. نکته دوم اینه که مگر معتادان تزریقی گناهی دارن؟ مگه شهروند اون کشور نیستن که اینجوری به اونها انگ میزنیم و بعد اینها رو در یک روستای کوچیک بیشتر انگشون رو میبریم بالا؟ چرا؟ میدانیم که رابطه اعتیاد تزریقی، رابطه نامطلوبی که ایشان فرمودن که باز هم گنگ است، منظور از روابط نامطلوب یعنی چی، در یک روستای کوچیک بیشتر باعث انگ میشه. پس یک عدم هماهنگی بین وزارت بهداشت است و حالا مداخله قوه قضاییه داریم که اون هم جای سوال داره، چون بدنه کارشناسی وزارت بهداشت باید از قوه قضاییه بخواد که وارد بشه، ولی اینجا وارد شده مستقیم قوه قضاییه، که این نشان دهنده یک موضوعی فراتر از آن چیزی است که ما در ظاهر می‌بینیم در جرایت. الان روستاییانی که به این شکل دارن اعتراض خودشون رو به وزارت بهداشت نشون میدن، فکر میکنید که اونها از چه حمایتی در نهایت ممکنه برخوردار بشن؟ دقیقا همین جاست که باید وزارت بهداشت بهتر عمل میکرد، یعنی اینکه باید به سرعت میپرداخت به بیمارانی که تازه تشخیص شدن، به اونها دارو میداد و افرادی که در کنار اونا بودن سریعتر تست انجام میداد و شاید میتوانست با داروی زود بتونه جلوگیری کنه از گسترش بیماری. میدانیم که الان داروها به خاطر کیفیت بالا به سرعت تعداد ویروس رو در بدن کم میکنن و این باعث میشه هم فرد مبتلا از لحاظ کیفیت زندگی بهتر باشه و هم این که به خاطر کم شدن بیماری، به خاطر کم شدن تعداد ویروس، بیماری کمتر انتقال پیدا کنه و یا اگر در مرحله اول بیماری کاملا درمان بشه. به این خاطر به نظر من وزارت بهداشت هم عدم هماهنگی داره، هم داره جهتش میره بیشتر اینکه یک وزارت سیاسی باشه تا یک وزارتی که مرتبط با سلامتی افراده. اون افراد در اون روستا وقتی که شما تصاویر تلویزیونی رو میبینید، علاوه بر اینکه بیماری ایدز در بینشون هست، دچار مشکلات روحی روانی شدن. الان تیم متخصص باید بره اونجا کمک کنه از لحاظ سلامتی جسمی و روانی. ما میبینیم چند ماه پیش، مدتی پیش، در پاکستان همین موضوع پیش آمد. چه کار کردن؟ در باز گذاشتن، از متخصصین بین‌المللی دعوت کردن، متخصصین خودشون رو فرا خواندن و موضوع رو سریع حل کردن. در کشور ما طی این چند ساعتی که اخبار اومده بیرون و عمومی شده، ضد و نقیض گفتن، عدم هماهنگی و کتمان، و حالا بدترین قسمتش اینه که لغت‌هایی به نام محرمانه بودن، راه انتقال بیماری، محرمانه بودنش اصلا من نمیدونم از کجا آوردن. محرمانه بودن برای یک بیمار، کسی نخواسته که اسم بیمار شما بیارین و بگین که این بیمار شده و راه انتقال چیه. باید شما عمومی اعلام کنن وزارت بهداشت که راه‌های انتقال چه بوده،
اصلا به چه سبب این موضوع پیش آمده، آرامش بدن به مردم و مداخله علمی کنند، نه مداخله سیاسی و یا امنیتی. در کل آقای علایی، نحوه برخورد و آگاهی مردم در مورد ویروس اچ‌آی‌وی در ایران چه تغییری کرده؟ متاسفانه باید بگم با هنوز هم ما در اول راهیم برای کاهش انگ و تبعیض در ارتباط با بیماری ایدز. میبینیم که ما حدود 30% افرادی که مبتلا به اچ‌آی‌وی ایدز هستند در ایران از وضعیت بیماری خودشان خبر دارند. بین 30 تا 40%. حدود 60 تا 70% هنوز نمیدانند. چرا؟ به خاطر انگ‌های اجتماعی. حالا این انگ‌ها از خود اجتماع میاد، از خود جناب وزیرم میآید. وقتی که جناب وزیر میگد که کسانی که رابطه نامطلوب دارن، نامطلوب یعنی چی؟ اگر منظورش رابطه جنسیه، رابطه جنسی یک غریزه خدادادی و مطلوبه. اگر میگه که معتاد تزریقی آدم بده، معتاد تزریقی به خاطر عدم فعالیت وزارت بهداشت، عدم فعالیت بهزیستی، عدم فعالیت کارآفرینان از طرف دولت باعث شده که مهجور بشه و بره تزریق کنه در یک روستا. از خوشی نیست این کار. این متاسفانه یک بحث انگ اجتماعی و تبعیض ساختاری است که از خود وزارت بهداشت شروع میشه، به جامعه ختم میشه. متشکرم از شما رشا علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از نیویورک با ما.